بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت دانش آموزان عزیز در پایه 11 ریاضی. در روزهای بسیار عزیزی قرار داریم، اعیاد شعبانیه رو خدمتون تبریک میگم و همچنین در آستانه نوروز 1400 قرار داریم. آرزو میکنم که سال توأم با سلامتی در پیش داشته باشید و انشالله در تعطیلات بچه هایتون در کتاب ها رو نبندید، کنار نذارید، حتما مرور کنید که بعد از تعطیلات در واقع با آمادگی سر کلاس ها حضور پیدا کنید. اگه یادتون باشه جلسه پیش بچه ما یه مقداری راجع مغناطیس صحبت کردیم، رسیدیم به میدان مغناطیسی. میدان مغناطیسی اطراف آهنربا رو توضیح دادیم، ویژگی هاشو خیلی سریع گفتیم، یه آزمایش هم انجام دادیم برای اینکه اون خطوط میدان رو بتونیم ببینیم به کمک براده های آهنک. یادتون باشه چند تا آزمایش انجام دادیم، ولی از همین مبحث شروع میکنیم، از خطوط میدان مغناطیسی و ویژگی ها شروع میکنیم و بحث اون ادامه میدیم. انشالله اگر فرصت کنیم نیروی مغناطیسی وارد بر ذره باردار متحرک در میدان مغناطیسی رو هم یه بخش هایشو میگیم، احتمالاً مثال ها و مسائلش بمونه برای بعد از تعطیلات نوروز. خب پس میدان مغناطیسی و نیروی مغناطیسی وارد بر ذره باردار رو امروز می‌خوایم راجبش صحبت کنیم. بچه‌ها یادتون باشه راجع به ویژگی‌های خطوط میدان مغناطیسی ما گفتیم که ما چون تک قطبی مغناطیسی نداریم، مثل بارهای الکتریکی نیست که بار مثبت تنها یا منفی تنها داشته باشیم، اینجا هر چقدر آهنربا خرد بشه به مولکول‌ها و اتم‌ها برسه، باز هم ما بحث قطب N و S رو داریم، یعنی زوج مغناطیسی هست، تک قطبی نداریم، دو تا قطب با هم رو داریم. و خطوط میدان رو راجبش صحبت کردیم، ولی یه بار دیگه توضیح میدم بچه، خطوط میدان مغناطیسی توی یک آهنربا به شکل حلقه‌های بسته هست که خارج آهنربا از N به S هست. داخل آهنربا چون گفتیم حلقه بسته، داخل آهنربا هم ادامه پیدا می‌کنه این خطوط، پس داخل آهنربا از S به N میشه، پس دقت کنید، خارج آهنربا از N به S، داخل آهنربا از S به N. پس این اولین ویژگی و نکته. بعد باز گفتیم تک قطبی مغناطیسی نداریم. نکاتی که وجود داره تو این قسمت، بخش‌هایش با خطوط میدان الکتریکی مشترک هست. مثلا خطوط میدان مغناطیسی هم مثل میدان الکتریکی همدیگر رو قطع نمی کنند. ما در هر نقطه فقط یک میدان داریم. اگه خواستیم بردار میدان رو تو اون نقطه رسم کنیم، باید بر خطوط میدان برداری رو مماس رسم کنیم و همجهت با اون. الان اینجا رو دقت کنید، خطوط میدان از N به S هست، ما در این نقطه اگه بخوایم میدان رو مشخص کنیم، باید یه بردار مماس بر این خطوط رسم کنیم و جهتش هم همجهت با خطوط باشه، یعنی از N به S باشه. اینجا رو نگاه کنید، اینجا یه بردار میدان دیگه رسم شده، مماس بر خطوط رسم کرده و همجهت با خطوط میدان. پس ما در هر نقطه فقط یک میدان داریم، اونم میدان برایند هست که به شکل برداری مماس بر خطوط و همجهت با اونها رسم میشه. ویژگی دیگه این هست که بازم مشترک با میدان الکتریکی، هر جا میدان قوی تر باشه تراکم خطوط بیشتره، یا هر جا تراکم خطوط بیشتر باشه یعنی میدان قوی تر. این شکل رو نگاه کنید، قطب‌های آهنربا در دو طرفش هست، تراکم خطوط در دو طرف بیشتر هست، پس میدان در قطب‌ها در واقع قوی تر هست و میدان بزرگتری داره. این راجع به ویژگی‌های خطوط میدان مغناطیسی. ما این شکل‌ها رو در واقع به کمک برادای آهن نشون دادیم جلسه پیش، اما اینجا باز یه بار دیگه مرور کنیم چون به هر حال سوالایی تو این زمینه مطرح میشه. اینجا این شکل سمت راست بالا رو دقت کنید، یه آهنربا هست که خطوط داخل آهنربا، بچه‌ها تو هیچ کدوم از اینا دیگه خطوط داخل آهنربا نشون داده نشده، فقط خطوط خارج آهنربا نشون داده شده. اینجا نگاه کنید، یه آهنربا هست که خطوط میدان از N به S رسم شده، کاملا متقارن هست، تراکم خطوط در دو قطب بیشتر هست. اینجا رو دقت کنید، شکل چپ بالا، اینجا دو تا آهنربا هست، قطب‌های همنام مقابل هم قرار گرفته، خطوط نگاه کنید به هم نمی‌رسن حتی، یعنی باید بیان مماس بر هم دور بشن از آهنرباها. شکل رو دقت کنید، فقط نکته ای که وجود داره بچه، اگر به جای این دو تا S، اگر دو تا N آهنربا هم نزدیک هم قرار می‌گرفتن شکلش با این متفاوت داشت. خیر، شکلش مشابه همین می‌شد، فقط جهت خطوط متفاوت بود. اینجا جهت خطوط نگاه کنید به طرف S هست، تو هر دو شکل رو نگاه کنید در طرفین، خطوط جهتش به طرف S هست، همین طرف همین طرف، اما همین رو نگاه کنید، این شکل پایینش دو تا N کنار هم قرار گرفته، هم نام هستن ولی دو تا N هستن، شکل شبیه همون این قسمت بینشون، دقت کنید بچه‌ها که دو تا آهنربا رو کامل نکشیده تو این قسمت، فقط جهت خطوط رو نگاه کنید، از N دور میشن چون از N به اثبات باشن دیگه، پس این خطوط به هم نمیرسه. یه نکته دیگه بچه، تو سوالای مفاهیم ممکنه
مطرح بشه توی سوالای کتابتون هم هست. این نقطه وسط رو دقیقا نگاه کنید، هیچ خطی از این نقطه وسط عبور نخواهد کرد. یعنی میدان مغناطیسی اگر دوتا قطب همنام کنار هم قرار بگیرن، دقیقا نقطه وسط اینها میدان چی میشه بچه ها؟ صفر میشه. ما خود خط میدانی نداریم تو اون نقطه. اینجا هم بچه ها دوتا قطب ناهمنام هستن، شکل رو نگاه کنید سمت راست پایین، دو تا قطب ناهمنام مقابل هم قرار گرفتن، خطوط از N به S هست. هرچی به وسط این قسمت نزدیک بشیم خطوط به حالت موازی نزدیک میشن، از این دور بشیم انحنا پیدا میکنن. شکل رو اگر نکته این هست که اگر میدان مغناطیسی این دو تا قطب N و S با هم برابر بود شکل متقارن هست، اما اگه برابر نبود قطعا تراکم خطوط نزدیک اون قطبی که قوی تر هست تراکم خطوط بیشتر هست. پس اینم دقت کن تو سوالای مفهومی بازم مطرح میشه. پس خطوط میدان از N به S اینجا میتونیم رسم کنیم. این سوالایی که مطرح میشه معمولا در مورد همین چند تا شکل است، قطبای ناهمنام کنار هم قرار میدن یا همنام، یا اینکه یک آهنربا رو قرار میدن و شما جهت میدان رو باید مشخص کنید جایی از این فضای اطراف این آهنرباها. پرسش 3 کتابتون دو قسمت داره. قسمت اولش رو دقت کنید، میگه شکل زیر یک آهنربای میله‌ای و تعدادی عقربه مغناطیسی را نشان میدهد. الف، کدام سر آهنربا قطب N و کدام سر آهنربا قطب S هست؟ ببین بچه‌ها یه عقربه اینجا جهت مشخص کرده، بعد این آهنربایی که اینجا داریم قطب N و S شو از ما خواسته قسمت الف چیکار کنیم بچه‌ها مشخص کنیم. یادتونه گفتم خطوط میدان مغناطیسی اطراف آهنربا خارج آهنربا در واقع از N به S هست. خب نگاه کن جهت در واقع این عقربه جهت میدان رو نشون میده دیگه. پس N باید کجا باشه؟ سمت راست باشه که جهت میدان از N به سمت S باشه. جهت بردار رو نگاه کنید، جهت عقربه رو نگاه کنید بچه‌ها. پس نشون میده جهت میدان از N به S هست. پس سمت راست میشه قطب N، سمت چپ میشه قطب S. پس قطب‌های آهنربا رو تعیین کردیم، میشه N به S. بعد قسمت B گفته جهتگیری عقربه‌های مغناطیسی را در دیگر مکان‌های روی شکل تعیین کنید. یعنی این 3 شکل بعدی هم که اطراف آهنربا در واقع کشیده، 3 دایره‌ای که هست، عقربه‌های مغناطیسی هست که شما باید چیکار کنید بچه‌ها؟ جهت اون عقربه‌ها رو تعیین کنید. خوب دقت کنید، این عقربه‌ای که سمت N قرار گرفته، مگه نگفتیم میدان از N به S هست؟ پس جهت این عقربه باید در جهت دور شدن از N باشه، اسش در واقع سمت N قرار بگیره. اینجا رو دقت کنید. بعد بقیه هم به همین ترتیب، اون عقربه‌ای که سمت S قرار گرفته، Nش به سمت S آهنربا باید قرار بگیره. N عقربه، یعنی جهت فلشمون، جهت خط میدانمون باید به طرف S باشه. اینجا چی؟ اینجا هم مشابه آهنربای عقربه پایینی هست، یعنی جهت رو از N به S نشون میده. این جهت نشون میده که سمت راستمون N هست، سمت چپمون S هست. پس از N به S رو نشون میده. پس جهتگیری عقربه ها رو به سادگی میتونیم تعیین کنیم. قسمت 2 این سوال میگه شکل روبرو خطهای میدان مغناطیسی در ناحیه‌ای از فضا را نشان میدهد. بردار میدان مغناطیسی را در هر یک از نقطه های روی شکل رسم کنید. به اندازه و جهت بردار میدان در هر نقطه توجه کنید. بچه ها از ما خواسته تو نقاط A, B و C بردار میدان مغناطیسی رو رسم کنیم با توجه به اندازه میدان. یعنی چی؟ یعنی اگه میدان جای قوی تر هست بردارش رو بزرگتر رسم کنیم. یادتون هست تو ویژگی های خطوط میدان گفتم که در هر نقطه ما فقط یه بردار میدان داریم، اونم بردار برایند هست. چجوری رسم میشد؟ مماس بر خطوط میدان و همجهت با اونها رسم میشد. اول ما بزرگی و کوچیکی رو تعیین کنیم، بعد بریم بردارها رو رسم کنیم. ببینید بچه‌ها تراکم خطوط اینجایی که نقطه آ قرار گرفته بیشتر هست. چرا؟ چون خطوط به هم نزدیک تره. هرچی از آ به سمت سی میریم با توجه به اینکه فاصله خطوط داره از هم بیشتر میشه تراکم کاهش پیدا میکنه. هرچی از آ به یا A به سی به حرکت میکنیم، به سمت سی حرکت میکنیم، تراکم کاهش پیدا میکنه. پس میدان ضعیفتر میشه. پس میدان آ قوی تر از B، میدان در B قوی تر از میدان مغناطیسی در نقطه سی هست. خب پس اول اینو تعیین میکنیم، میدان مغناطیسی A بزرگتر از میدان مغناطیسی B، B هم بزرگتر از C. حالا با توجه اینکه فهمیدیم کدوم بزرگتره، بردارهاش هم باید بزرگتر رسم کنیم. بردارها رو رسم میکنیم، اول A که در واقع بزرگتر از همه هست، مماس بر خطوط باید رسم کنیم، همجهت با خطوط میدان، جهت خطوط میدان نگاه کنید. اگه جهتش به سمت در واقع راست بود، ما جهت بردار رو هم باید به این طرف می‌کشیدیم. حواستون باشه مماس رسم می‌کردیم، جهت بردار با جهت خطوط میدان باید همجهت بشه. خب بردار B هم به همین ترتیب
چرا کوچیک‌تر کشیدیم؟ چون تراکم خطوط اینجا کمتر است، میدان کوچیک‌تر است، پس بردارش هم کوچیک‌تر کشیدیم. نقطه سی هم باز کوچیک‌تر رسم می‌کنیم. دقت کنید، اینم بردار میدان مغناطیسی در نقطه سی. خیلی خب، پس به همین سادگی ما خطوط میدان و بردار میدان رو در هر نقطه تونستیم رسم کنیم و اندازه‌ش هم مقایسه کردیم. یه فعالیت تو کتابتون هست، فعالیت 3 دو، میگه یک آهنربای میله‌ای را روی سطح افقی میزی قرار دهید، یک قطب‌نما یا عقربه مغناطیسی را مقابل یکی از قطب‌های آهنربا قرار دهید، روی مسیر دایره‌ای شکل دور آهنربا عقربه را به آرامی حرکت دهید. شکل زیر بررسی کنید، پس از یک دور حرکت عقربه چند درجه میچرخه؟ بچه‌ها اینجا دقت کنید، این آهنربا که این وسط قرار گرفته، یه عقربه مغناطیسی ما اینجا داریم، اینو یک دایره کامل یعنی 360 درجه به دور این آهنربا میچرخونیم. از ما سوال کرده این عقربه حول محور خودش چند درجه میچرخه. خوب دقت کنید، الان با توجه به جهتگیری این عقربه، خوب دقت کنید، ان و اسش کدوم طرفه؟ اسش سمت چپه، اینش سمت راسته. خب من این رو حرکتش میدم، وقتی حرکت بدم یک هشتم دایره که طی بشه این حالت تقریبا عمود قرار میگیره، 90 درجه میچرخه عقربه ما. وقتی یک چهارم دایره رو گردش بدم به دور آهنربا، وضعیت رو نگاه کنید بچه ها، این رفت سمت چپ، اس سمت راست قرار گرفت. پس دقت کنید، خطوط میدان میگه از ان به اس نیست، به این شکل عقربه هم داره تغییر جهت میده. از اینجا تا اینجا چند درجه تغییر دور در واقع محور خودش چرخیده این عقربه ما؟ 180 درجه. دقت کنید، این سمت راست بوده، حالا رفته سمت چپ، 180 درجه حول محور خودش چرخیده، در صورتی که یک چهارم دایره یعنی 90 درجه دور آهنربای میله چرخوندیمش. پس وقتی یک چهارم دایره رو طی کنیم 180 درجه. پس به ازای هر 90 درجه‌ای که میچرخونیم، یعنی یک چهارم دایره‌ای که به دور آهنربا میچرخونیم، عقربه به دور خودش 180 درجه میچرخه. پس دقت کنید، یعنی اگر بیاد به اینجا برسه میشه 360 درجه حول محور خودش. ببین این دوباره برگشت سمت راست، اینجا هم سمت راست بود، اینجا هم سمت راسته، پس یعنی 360 درجه به دور محور خودش چرخیده. دوباره این نیم دایره بعدی هم طی کنیم به همین ترتیب، یه 180 درجه دیگه دوباره حول محور خودش میچرخه تو یک چهارم بعدی، دوباره یک چهارم بعدی هم همینطور برمیگرده به حالت اولش، یعنی نهایتا بچه‌ها چقدر چرخیده حول محور خودش؟ 720 درجه. پس 360 درجه به دور آهنربا چرخیده، 720 درجه حول محور خودش چرخیده. پس اینو دقت کنید بهش. میدان مغناطیسی زمین و عامل پیدایشش. بچه ما با توجه به اینکه جلسه پیش گفتیم که برای تعیین جهت ها معمولا از قطب‌نما قدیم استفاده میکردن، دلیلش این بود که کره زمین در فضای اطرافش میدان مغناطیسی داره. این میدان مغناطیسی رو عقربه ها اثر میذاشت، رو قطب‌نما ها اثر میذاشت و اونا جهتگیری میکردن و جهت جغرافیایی رو به ما نشون میدن و ما راه رو پیدا میکردیم. اما عامل پیدایش این میدان مغناطیسی زمین چی هست؟ بچه عامل پیدایشش گردش مواد مذاب داخلش هست. پس دقت کنید، طبق یافته‌هایی که تا الان بوده، به دلیل گردش مواد مذابی که داخل زمین هست، این میدان مغناطیسی ایجاد شده در فضای اطراف کره زمین. و جهتش چی بچه‌ها؟ جهتش از جنوب جغرافیایی به سمت شمال جغرافیایی. دقت کنید، از جنوب جغرافیایی به سمت شمال جغرافیایی. نکته مهم اینه که بچه‌ها، شمال و جنوب جغرافیایی با شمال جنوب مغناطیسی دقیقا مقابل هم قرار گرفتن، یعنی جایی که شمال جغرافیایی داریم جنوب مغناطیسی، به خاطر همین هم است که عقربه مغناطیسی اینش به سمت شمال جغرافیایی وای میسه، در واقع به سمت اس زمین وایساده، یعنی جنوب مغناطیسی زمین. پس اینو راجبش صحبت میکنیم. پس جهت خطوط رو هم گفتیم، علتش هم گفتیم. فقط یه نکته دیگه بچه‌ها، توی بازه‌های زمانی نامنظم جهت این خطوط میدان مغناطیسی کره زمین بین 10000 تا 1 میلیون سال کاملا برعکس میشه، یعنی این و اسش کاملا جا به جا میشه. این نکته بعدی که میخواستم بگم. اما چند تا نکته توی بحث میدان مغناطیسی اطراف زمین هست که راجبه اون میخوایم صحبت کنیم و توضیح بدیم. یکیش میل مغناطیسی. میل مغناطیسی چیه بچه ها؟ ببینید، من گفتم که محورهای مغناطیسی زمین بچه ها با محور جغرافیاییش منطبق بر هم نیستن، یعنی با هم فاصله دارن. قطب شمال در واقع جغرافیایی با جنوب مغناطیسی
فاصله بسیار زیادی داره توی قطب، اگه حساب کنیم نزدیک 1800 کیلومتر تفاوتش فاصله شون هست. پس این محورها منطبق بر هم نیستن. پس وقتی شما عقربه مغناطیسی رو استفاده میکنی، از یه قطب نما استفاده میکنی، این قطب نما به سمت چی وای میسه؟ به سمت جنوب مغناطیسی وای میسه و یه زاویه‌ای با در واقع شمال جغرافیایی ایجاد میشه که بهش میگیم بچه ها میل مغناطیسی. پس این رو من توی شکل بعدی توضیح میدم، اینجا رو دقت کنید بچه ها. این فرض کنید قطب شمال جغرافیایی باشه، قطب جنوب مغناطیسی فاصله حدود 1800 کیلومتر تو این قسمت داره. پس وقتی شما عقربه رو بخوای استفاده کنی، هر جایی از این کره زمین استفاده کنی، عقربه به سمت چی وای میسه؟ به سمت جنوب مغناطیسی، یعنی اس زمین وای میسه. پس دقیقاً به سمت شمال جغرافیایی نیست. یه زاویه‌ای وجود داره بین اینها، بهش میگیم بچه‌ها میل مغناطیسی. مثلا فرض کنید از این نقطه، این خطی که من مشخص کردم، حرکت می‌کنیم تا به قطب جنوب مغناطیسی، یعنی اس زمین برسیم، جنوب مغناطیسی زمین. خب دقت کنید، زاویه‌ای که من راجع بهش صحبت می‌کنم، عقربه به این صورت وای میسه. عقربه جهتش رو نشون میده، جنوب مغناطیسی رو نشون میده، نه شمال جغرافیایی. پس دقت کنید، حالا این محور رو هم من از همین نقطه به قطب شمال جغرافیایی میگشم، این زاویه‌ای که ایجاد میشه بچه‌ها بهش میگیم میل مغناطیسی. این زاویه بهش میل مغناطیسی که به مکان بستگی داره، یعنی اگه مکان ما عوض بشه این زاویه هم تغییر میکنه. مثلا رفتیم جلوتر، رسیدیم به این نقطه، زاویه رو دقت کنید تغییر کرد، شد تتا 2. هر چقدر به جنوب مغناطیسی نزدیک بشیم این زاویه بزرگتر میشه. پس دقت کنید، مثلا اگه دقیقاً بین این دوتا قرار بگیریم، بین این دوتا نقطه، یعنی شمال جغرافیایی و قطب جنوب مغناطیسی، دقیقاً وسط اینا قرار بگیریم، عقربه به سمت جنوب مغناطیسی وای میسه، یعنی کاملا مخالف اون جهت جغرافیایی شمال ما قرار میگیره. پس این زاویه‌ای که ما گفتیم میل مغناطیسی به مکان بستگی داره. مکان ما تغییر کنه، زاویه هم تغییر میکنه. تازه بعضی‌ها ممکنه صفر هم بشه، که زمانی که این دوتا مثلا این طرف زمین قرار بگیرن، جوری که این دوتا قطب توی راستا قرار بگیرن، اون وقت عقربه‌ای که استفاده میکنیم به سمت جنوب مغناطیسی وقتی قرار میگیره، در امتداد شمال جغرافیایی هم قرار گرفته. پس این به مکان بستگی داره، به مکانی که ما روی کره زمین قرار گرفتیم. یه زاویه دیگه هم از برای شیب مغناطیسی بچه ها. این شیب مغناطیسی هم باز به مکان قرار گرفتن ما بستگی داره. شیب مغناطیسی چی هست اصلا؟ پس میل مغناطیسی رو گفتیم، حالا شیب مغناطیسی رو میخوایم بگیم. ببین بچه ها، عقربه‌ای که ما استفاده میکنیم همیشه موازی با سطح افق نیست، موازی با سطح زمین نیست. هر چقدر از خط استوا به سمت قطب حرکت میکنیم، این فرض کنید اگه این عقربه مغناطیسی ما باشه، مثلا رو خط استوا تقریبا موازی با سطح زمین هست، هر چقدر از خط استوا به سمت قطب حرکت کنیم، این عقربه یکم شیب پیدا میکنه، به سمت زمین در واقع تمایل پیدا میکنه. این زاویه که حالا با سطح افق میسازه بهش میگیم شیب مغناطیسی. بچه‌ها هر چقدر به قطب مغناطیسی زمین نزدیک بشیم، این شیبه هی بیشتر میشه. یعنی وقتی به قطب زمین نزدیک شدیم، به قطب مغناطیسی زمین، این عقربه این شکلی قرار میگیره، کاملا عمود قرار میگیره. پس هر چقدر از این قطب دور بشیم، این زاویه تغییر میکنه و این زاویه‌ای که با سطح افق می‌سازه این عقربه بهش میگیم شیب مغناطیسی. پس تو خط استوا کاملا موازی، هر چقدر به قطب ها نزدیک میشیم این شیب بیشتر میشه نسبت به سطح افق، زاویه‌ای که می‌سازه بهش میگیم شیب مغناطیسی، و به قطب که رسیدیم کاملا عمود قرار میگیره، به قطب مغناطیسی. یادتون باشه، البته اینه که میگم بچه توی نیم کره جنوبی برعکس، یعنی در واقع نوک عقربه که ام رو نشون میده، شیبش مثبت هست، به جای شیب منفی شیب مثبت داره. پس اینو بهش میگیم بچه شیب مغناطیسی. یه نکته دیگه‌ای هم که وجود داره، بعضی وقتا اون زاویه میل مغناطیسی رو با انحراف مغناطیسی اشتباه میگیرن. بچه انحراف زمانیه که ما عقربه قطب‌نما داریم استفاده میکنیم، در فضای اطرافش مواد آهن، کوبالت، نیکل یا آلیاژ یا آهنربای دیگه قرار داره، یا سیم حامل جریان قرار داره که روی جهتگیری این تأثیر گذاشته، یعنی حالت عادیشو نداره، اون انحراف بهش میگیم انحراف مغناطیسی، که با اون میل مغناطیسی و شیب مغناطیسی مفهوم کاملا متفاوت هست. خب بریم سراغ این بردارهایی هست که بچه راجع به شیب مغناطیسی صحبت کردیم. روی خط استوا تقریبا موازی سطح کره زمین هست، هر چه به سمت قطب ها میریم این شیب بیشتر میشه، وقتی به در واقع قطب اس زمین رسیدیم کاملا تقریبا عمود بر کره زمین قرار میگیره.
یه فعالیتی که خودتون باید انجام بدید بچه‌ها، همین راجع به شیب مغناطیسی است که مکانی که زندگی می‌کنید شما می‌تونید با یه عقربه مغناطیسی که یا یه سوزنی که آهن‌ربا کرد، جلسه پیش راجع به آهن‌ربا کردن سوزن صحبت کردیم، انجام دادیم، این رو با یه میخ انجام بدید. می‌تونید رو در واقع از نقطه گرانیگاهش، مرکز ثقلش آویزون کنید از یه نقطه‌ای، اطرافش هم اون موادی که گفتم رو در واقع تا یکی دو متر اطرافش خالی کنید، روی این تاثیر نذاره. بعد این نگاه کنید که به چه صورت قرار می‌گیره نسبت به سطح افق اون شیبی که پیدا می‌کنه. میتونید زاویه‌اش رو به کمک یک نقال اندازه‌گیری کنید و ببینید که شیب مغناطیسی محل زندگی شما چقدر هست. البته باش در واقع شیب سنج‌های مغناطیسی که توی آزمایشگاه‌ها الان داریم یا توی بعضی مراکز حالا وجود داره میتونید از اونم استفاده کنید که خودش هم عقربه مغناطیسی داره هم نقاله داره که شیب رو مستقیماً به ما نشون میده در هر نقطه‌ای که ما قرار داریم. این وسایلی هست که در واقع بهش میگیم شیب سنج مغناطیسی که توی آزمایشگاه‌ها میتونید ازش استفاده کنید. بچه‌ها رسیدیم به میدان مغناطیسی یک نواخت که تعریفش رو میگیم، بعد میریم سراغ حل تامینای انتهای فصل و ان شاءالله برسیم به مقدمات نیروی وارد بر ذره باردار متحرک که برای بعد از تعطیلات آماده باشیم. میدان مغناطیسی یک نواخت چه میدانیه بچه ها؟ میدان مغناطیسی یک نواخت میدانیه که راستا، جهت و اندازش همه جا یکسان باشه. خب این میدان مغناطیسی که توصیف کردم مشابه همون چیزی که تعریفش نگاه کنید، خیلی شبیه میدان الکتریکی یک نواخته. چجوری اینو نشون میدیم؟ بازم مشابه همون چیزی که تو بحث میدان الکتریکی یک نواخت گفتیم، یعنی با خطوط موازی، هم جهت و هم فاصله. پس با خطوط موازی، هم جهت و هم فاصله میتونیم خطوط رو نشون بدیم. کجاهای این میدان به وجود میاد؟ بچه‌ها ما تو فضای خیلی محدودی توی آهنرباهای لوله‌ای دقت کنید بچه‌ها، توی این آهنربا، این قسمت آهنربا نگاه کنید باز هست که بزرگ نمایش رو سمت راستش نشون داره، تو کتابتون هست. دور از لبه ها ما میتونیم تو این فضا یک میدان مغناطیسی یک نواخت ایجاد کنیم. مسائلی که ما از این به بعد توی بحث میدان مغناطیسی حل میکنیم بیشتر تو بحث میدان مغناطیسی یک نواخت هست. پس ما این میدان یک مغناطیسی یک نواخت رو خیلی جاها استفاده میکنیم تو مسئله هامون. معمولا فرضمون بر این هست که میدان یک نواخت هست و مثال ها رو بر اساس این حل میکنیم. پس میدان یک نواخت، میدان مغناطیسی یک نواخت میدانی است که اندازه، راستا و جهتش همه جا ثابت هست. خب گفتیم میریم سراغ انتهای فصل دیگه. تمرینای انتهای فصل دیگه مرتبط با مباحثی که تا الان کار کردیم. با توجه به شکل گیری به جهت گیری عقربه های مغناطیسی در شکل زیر، قطب های آهنربای میله‌ای و جهت خط های میدان مغناطیسی را تعیین کنید. بچه‌ها نگاه کنید، اینجا این آهنربا است، اینم خطوط میدان، اما جهت خطوط و قطب های آهنربا مشخص نشده. از ما خواسته به کمک جهت گیری این عقربه هایی که در دو طرف قرار داده ما جهت خطوط رو تعیین کنیم، قطب های ان و اس اش هم مشخص کنیم. یادتون هست دیگه گفتیم خطوط میدان از ان و اس هست خارج آهنربا. اینجا رو نگاه کنید، این جهت عقربه نشون میده که در واقع سمت راست این آهنربا قطب اس هست، چون ان عقربه به سمت این قرار گرفته. یا اینجا جهت خطوط داره دور میشه، پس این قطب ان هست. پس خطوط آهنربا از ام به اس، یعنی به شکلی که از چپ به راست شما میشه خارج آهنربا، قطب ها پس میشه چی بچه ها؟ سمت چپ ان، سمت راست اس، و خطوط هم از ان به اس مشخص کنیم بچه ها. ناکنید قطب N، قطب S، جهت خطوط میدان خارج آهنربا از M به S هست، داخل آهنربا نگاه کنید از S به N هست. حالا من میتونم خطوط رو جایگزین کنم. الان دیگه خطوط میدان همراه با قطباش جایگزین شد. پس ما به راحتی به کمک این عقربه تونستیم تعیین کنیم قطبهای N و S آهنربا و جهت خطوط میدان مغناطیسی رو. تمرین دو میگه شکل زیر خطهای میدان مغناطیسی را در نزدیکی دو آهنربای میله‌ای نشان میدهد. بچه این دو تا آهنربا نگاه کنید، قطبهای هم نامشون کنار هم قرار گرفته، دو تا اس کنار هم قرار گرفته. سوالش بر اساس این هست، درباره میدان مغناطیسی در نقطه آ چه میتوان گفت؟ یادتونه من تو اون شکل توضیح دادم، گفتم که دقیقاً در نقطه وسط هیچ خط میدانی از این نقطه عبور نمیکنه، خطوط میدان به اینجا اصلا نمیرسن، به این نقطه وسط. پس اینجا میدان چیه؟ صفر هست. پس در نقطه آ که نقطه وسط هست، صفر میدان. بعد یادتون باشه اگه دو تا ان هم باشه همین حالتو داریم، باز دو تا ان هم خطوط میدانش به هم نمیرسه دیگه. پس در نقطه A در هر دو حالت دو تا ان یا دو تا اس کنار هم قرار گرفته باشه، در نقطه وسط میدان صفره. بعد گفته با رسم شکل نشان دهید عقربه قطب نما در نقطه های B و C به ترتیب در کدام جهت قرار میگیره. جهت گیری رو خواسته بچه‌ها، یادتونه گفتم که
ما در هر نقطه خواستیم جهت بردار میدان مغناطیسی رو رسم کنیم، مماس بر خطوط و همجهت با خطوط بردارمون رو رسم میکنیم. پس به سادگی جهت خطوط رو نگاه کنید اینجا، با توجه به که توی شکل ها نشون داده، توی شکل B نگاه کنید جهت خطوط از راست به چپ هست، توی نقطه C هم در واقع مماس بر این خط باید رسم کنید و همجهت با اون معناش بردارها رو رسم میکنم. برای شما ببینید بردار B رو نگاه کنید از N به S، اینجا اگه مماس بر این خطوط من بخوام مشابه این خط هست دیگه، اینجا مماس بر این خطوط رسم کنم موازی با آهنربای من میشه، پس این میشه بردار میدان در نقطه B یا همون جهتگیری عقربه مغناطیسی یا قطبنما در نقطه B. برای نقطه C هم دقت کنید بچه‌ها، من اگه مماس بر خطوط میدان بخوام برداری رو رسم کنم میشه این برداری که اینجا رسم کردم، جهت عقربه هم همین هست، یعنی عقربه یا قطبنما هم همین جهت رو به من نشون خواهد داد. قسمت پ میگه اگر مانند شکل زیر یکی از آهنرباها را بچرخانیم، وقتی چرخاندیم اونجا همنام بود دیگه، میشه ناهمنام کنار هم قرار میگیره، بچرخانیم تا جای قطبهای آن عوض شود، خطهای میدان مغناطیسی را در ناحیه نقطه چین رسم کنیم. تو این فضا از ما خواسته تو این فضا رسم کنیم. بازم یکی از همون شکلاییه که من بعد از اینکه ویژگی‌های میدان رو گفتم توضیح دادم، گفتم که اگر قطبای همنام در واقع کنار هم قرار بگیرن، خطوط میدان از N به S هست جهت خطوط، و هرچه از این محور NSی که ما رسم میکنیم دور بشیم، انحنای بیشتری پیدا میکنه و خطوط رو الان ما میتونیم ببینیم. بچه دقت کنید، میشه این، میشه از N به S، هرچه از وسط دور میشیم انحنا چی میشه؟ بیشتر میشه. اگر این قطبا با هم از نظر میدان مغناطیسی برابر باشن، این شکل تقارن داره، اما اگر یکی قوی تر باشه دیگری ضعیف تر، این تقارنش به هم میریزه، اون آهنربایی که قوی تر هست خطوط نزدیک اون فشرده تر میشه. پس اینو دقت کنید بهش. سوال 3 انتهای فصل میگه، قسمت الفش میگه آهنربای میله‌ای با قطب‌های نامشخص در اختیار داریم، دست کم دو روش را برای تعیین قطب‌های این آهنربا بیان کنید. بچه‌ها خب دو تا روش خیلی ساده است، یکی اینکه از یه آهنربای دیگه استفاده کنیم، استفاده از یک آهنربا با قطب‌های مشخص، و روش دوم اینکه با نخ اون رو از یه نقطه آویزون کنیم، مواد مغناطیسی اطرافش هم دور کنیم، با توجه به جهتگیریش در جهت میدان مغناطیسی زمین ما میتونیم قطب‌های M و S رو تعیین کنیم. اون سمت، اون در واقع قطبی که به سمت شمال جغرافیایی قرار میگیره N هست و قطب بعدی میشه مقابلش میشه S در واقع. پس میتونیم این کارم انجام بدیم، به کمک یک نخ این در واقع آهنربای مجهول رو از یک نقطه آویزون کنیم، مواد مغناطیسی اطرافش هم دور کنیم که اثر نگذاره، با توجه به جهتگیریش در واقع توی میدان مغناطیسی زمین میتونیم N و S رو چیکار کنیم؟ تعیین کنیم. قسمت B سوال رو ببینیم، میگه خطهای میدان مغناطیسی بین دو آهنربا در شکل زیر نشان داده شده است، اندازه میدان مغناطیسی را در نزدیکی قطبهای آهنربا با هم مقایسه کنیم. بچه از ما خواسته مقایسه کنیم، دو تا آهنربا یک سمت راسته، آهنربای دو سمت چپ هست. خب برای مقایسه میدان چی ملاک بود بچه؟ تراکم خطوط، یادتونه دیگه، هر جا خطوط متراکم تر باشن یه میدان قوی تره. الان خطوط اطراف آهنربای دو متراکم تر هست یا خطوط آهنربای یک؟ شکل رو دقت کنید بچه، تراکم خطوط در اطراف آهنربای دو بیشتر هست، پس آهنربای دو در واقع قوی تره نسبت به آهنربای شماره یک. به همین ساده، یعنی تراکم خطوط فقط ملاک ما هست. اینم توضیحی که دادم هست. سوال 4 میگه کودک یک قطعه کوچک آهنی را بلعیده است، پزشک میخواهد آن را با دستگاه شکل زیر بیرون بیاورد. الف هنگامی که آهنربای دائمی به نوک ثابت آهنی نزدیک میشود چه اتفاقی میافتد؟ اینجا دقیقا این وسیله هست که خیلی انعطاف پذیر تو میخواد وارد گلوی کودک بشه. یا آهنربای دائمی داخل این هست، قابل حرکت دادن، یعنی میتونیم دور و نزدیک کنیم. نوک این وسیله یک قطعه آهنی هست که ثابته. میگه وقتی این آهنربای دائم به این قطعه آهنی نوک این وسیله نزدیک میشه چه اتفاقی میفته؟ راجع به القای مغناطیسی صحبت کردیم دیگه، درسته؟ وقتی این آهنربا به این قطعه آهنی نزدیک میشه، در اثر القا باعث میشه این قطعه آهنی هم چی بشه؟ آهنربا بشه. و اگه چیز آهنی، وسیله آهنی، قطعه آهنی، کوبالت، نیکل یا آلیاژهاش توی بدن باشه، اون رو جذب میکنه و میتونیم از بدن خارجش کنیم.
پس اینجا میشه چی؟ نوک ثابت آهنی بر اثر پدیده القای مغناطیسی با آهنربا تبدیل میشود. قسمت B سوال میگه ساختن نوک ثابت آهن چه مزیتی داره؟ میگه چه مزیتی داره که ما اینو از آهن بسازیم، چرا آهنربا نساختیم همون اول؟ برای اینکه بچه‌ها ما اگر آهن استفاده کنیم، هر وقت که بخوایم میتونیم به کمک این آهنربای دائمی که هدایت میکنیم به سمت این، اینو آهنرباش کنیم. هر وقت هم خواستیم خواست آهنرباییشو قطع کنیم، یعنی آهنربا رو از این نوک ثابت جدا کنیم که این خاصیتش از دست اون قطعه جدا بشه. شاید مثلا یه جای گیر کرده، ما مجبوریم که اون قطعه رو اول جدا کنیم، بعد دوباره این رو وسیله رو نزدیک کنیم که از اون محل خارجش کنیم. پس این قطعه آهنی مزیتش اینه که هر وقت خواستیم میتونیم آهنربا باشه، هر وقت خواستیم میتونیم خاصیت آهنرباییشو قطع کنیم. پس این آهنربای ثابت رو میتونیم دور و نزدیک کنیم و این اتفاق بیفته. مزیت این قطعه آهنی این هست. این توضیحی دادم. بعد قسمت بعدی سوال میگه این وسیله را باید به درون گلوی کودک وارد و به سوی فلز بریده شده هدایت کرد، چرا غلاف باید انعطاف پذیر بشه؟ خب این خیلی واضحه دیگه، چون به هر حال گلو یه مسیر مستقیم نیست، در واقع ممکنه پیچ و خم داشته باشه. به خاطر همین اولا باید انعطاف پذیر باشه، بعد نرم باشه که آسیب به گلوی کودک وارد نکنه. سوال ساده‌ای هست که شما خودتون هم میتونید جواب بدید با توجه به مفاهیم ساده‌ای که توش وجود داره. میگه پزشک میخواهد یک گیره آهنی کاغذ و یک واشر آلومینیومی را از گلوی کودک بیرون بیاورد، کدام یک را میتوان بیرون آورد، چرا؟ بچه‌ها گفتیم که آهنربا میتونه مواد آهنی، کوبالت، نیکل و آلیاژها رو جذب کنه. آلومینیوم جز اینها نیست، پس این فقط قطعه در واقع گیره آهنی رو میتونه از گلوی کودک به این وسیله، به کمک این وسیله خارج کنه. دلیلش هم این هست که اونا در اثر القا آهنربا میشن و جذب این وسیله میشن، مواد دیگه این اتفاق براشون نمیافته. داشتم با اون بچه فکر میکردم بعدش باید چه کنم با این واشر آلومینیوم. آره. با این وسیله دیگه باید. بله با این وسیله دیگه. سوالش خب. خیلی حواس بچه ها و من رو احتمالاً پرت کرد. به حال این اتفاق افتاده بچه ها. بچه کوچیک هست، متوجه نیست چه چیزی رو توی دهانش میذاره. به هر حال قطعات مختلفی رو ممکنه ببره و قطعات آهنی، کوبالت، نیکل و آلیاژهاشو میتونه به کمک این وسیله از بدنش خارج کنه، از گلوش خارج کنه. اما رسیدیم به مبحث جدیدمون که نیروی مغناطیسی وارد بر ذره باردار متحرک هست. بچه ها اگر ذره باردار چه مثبت چه منفی با سرعت v در میدان مغناطیسی که با بی نشون میدادیم، راجع به میدان نمادش و یکاش صحبت کردیم، حرکت کنه، به شرط اینکه موازی میدان حرکت نکنه، به شرط اینکه موازی میدان حرکت نکنه، از طرف اون میدان مغناطیسی به این ذره باردار نیرو وارد میکنه و اون رو از مسیرش منحرف میکنه. پس دقت کنید بچه‌ها، اگر ذره باردار متحرک باشه به شرطی که موازی میدان حرکت نکنه، از طرف میدان مغناطیسی بهش نیرو وارد میشه. خب دلیلش چیه بچه‌ها که بهش نیرو وارد میشه؟ ذره باردار چه مثبت چه منفی، از قبل میدونستیم که در فضای اطرافش میدان الکتریکی ایجاد میکنه. پس میدان الکتریکی در فضای اطراف بار الکتریکی داریم. اما وقتی بچه‌ها حرکت میکنه چه اتفاقی میفته؟ این ذره باردار وقتی حرکت میکنه، علاوه بر میدان الکتریکی که در اطرافش ایجاد کرده بود و وجود داشت، میدان مغناطیسی هم در فضای اطرافش ایجاد میکنه. یعنی به یه آهنربا انگار تبدیل میشه. پس خیلی ساده، ذره باردار وقتی متحرک بشه میشه یه آهنربا. پس وقتی یه آهنربا شد، حالا تو میدان مغناطیسی وقتی حرکت کنه بهش نیرو وارد میشه، اما به شرطی که موازی میدان حرکت نکنه، چون اگه موازی میدان حرکت کنه اون نیرو میشه صفر. راجبه محاسبش هم صحبت خواهیم کرد. اول راجبه جهت این نیرو صحبت میکنیم، بعد میریم سراغ محاسبش. خب اینم علت وارد شدن نیرو هست که راجبه صحبت کردم. گفتم ذره باردار متحرک علاوه بر میدان الکتریکی در فضای اطرافش میدان مغناطیسی هم ایجاد میکنه، یعنی انگار تبدیل به آهنربا میشه، به همین دلیل بهش تو میدان مغناطیسی نیرو وارد میشه. خب راستا و سوی میدان، نکته‌ای که میخوام، دو تا نکته مهمی که میخوام بگم این هست بچه‌ها. اینجا نگاه کنید، این ذره باردار ما شکل، اگر شکل سمت راست یه بار مثبتی هست، به سمت راست در حال حرکت، این بردار وی که نوشتید جهت حرکت هم در واقع داره نشون میده، این بردار سرعتش هست، یعنی به سمت راست داره حرکت میکنه. این بردار سرعت با بردار میدان مغناطیسی که این ذره توش داره حرکت میکنه زاویه تتا رو میسازه. خوب دقت کنید، نیرویی که به این ذره وارد میشه بچه‌ها بر صفحه‌ای که از این دوتا بردار، یعنی بردار سرعت و میدان عبور میکنه عموده، یعنی بردار نیرو هم بر بردار سرعت
هم بر بردار میدان عمود هست همیشه، اگر وجود داشته باشه صفر نباشه حتما بر این دوتا عمود، اما این دوتا میتونه زاویهش هر زاویهی باشه، صفر باشه که میشه چی؟ در واقع موازی اون ذره ما، موازی میدان در حال حرکت هست که هیچ نیروی بهش وارد نمیشه، نیرو میشه صفر. پس اگر این B و V منطبق بر هم شدن، هم راستا شدن، حالا چه هم جهت چه در جهت مخالف هم راستا شدن، بردار میدان و بردار سرعت، هیچ نیروی به این ذره باردار وارد نمیشه. چرا؟ چون در این حالت ذره ما داره موازی میدان در واقع داره حرکت میکنه. پس نکته اول چیه؟ نیروی وارد بر ذره باردار متحرک هم بر بردار سرعت یعنی راستای حرکت و هم بر بردار میدان عمود هست، یا به عبارتی بر صفحه‌ای که از این دوتا بردار میگذره عمود هست. پس بردار نیرو هم بر بردار میدان و هم بر بردار سرعت عموده، اما اون دوتا میتونه زاویه متفاوتی داشته باشن. نکته دوم تعیین جهت این نیرو است. بچه‌ها به کمک قاعده دست راست، خیلی ساده است، جهت این نیرو ما میتونیم به سادگی تعیین کنیم. به این صورت از دست راست استفاده میکنیم. ببین بچه‌ها، چهار انگشتمون رو باز نگه میداریم، اگر تصویر باز واضح در بگیره این رو، دستمون چهار انگشتمون رو باز نگه میداریم، شستمون رو هم بر این چهار انگشت عمود نگه میداریم. چهار انگشت بازمون رو باید در جهت حرکت ذره، در جهت بردار سرعت قرار بدیم. کف دستمون یا خم شدن انگشتا، چهار انگشت ما جهت خم شدن انگشتا جهت میدان رو نشون میده، یا به عبارتی به سمت میدان خم بشه. پس چهار انگشت بازمون جهت حرکت یا سرعت وقتی خم میشه به سمت میدان خم بشه، یا کف دستمون به سمت میدان باشه، شستمون جهت نیرو رو نشون میده. به همین سادگی بچه ها، چهار انگشت باز سرعت وقتی خم میشه به سمت میدان خم بشه، شستمون جهت نیرو رو نشون میده. یا از سه تا انگشت بچه‌ها استفاده کنیم، یا انگشت اشارمون باز باشه، انگشت دوم خمیده باشه و انگشت شستمون هم که برای این دوتا عمود باشه. اگه تصویر رو ببینید، انگشت باز جهت سرعت، انگشت خمیده در جهت میدان و انگشت شستمون جهت نیروی وارد بر ذره باردار رو نشون میده. به همین سادگی بچه‌ها میتونیم جهت نیرو، نیرویی که به ذره باردار وارد میشه تعیین کنیم، یا اینکه نه، اگه جهت نیرو داده، جهت سرعت یا جهت میدان رو که مجهول است تعیین کنیم. خب بریم سراغ یه نکته خیلی مهم. این قاعده دست راست که گفتیم بچه‌ها برای چیه؟ برای بار مثبت هست. اگه بار اون منفی شد چی؟ اگه ذره باردار اون منفی شد، بچه‌ها از دست راست اگه استفاده کردیم، هر جهتی که تعیین شد، چه برای نیرو، چه برای سرعت، چه برای میدان، جهت رو دقیقاً برعکسش می‌کنیم، وارونش می‌کنیم. پس اگر ذره باردار منفی شد، از دست راست استفاده کردیم، حتماً باید جهت رو برعکس کنیم، یا از دست چپ استفاده کنیم. همون نکاتی که گفتیم رو با دست چپ برای بار منفی انجام میدیم. پس دقت کنید، اول از خودتون بپرسید این ذره باردار متحرک مثبت هست یا منفی، بعد به این سراغ این که از قاعده دست راست استفاده کنید و جهت رو تعیین کنید. پس اگه برای بار منفی استفاده کردید، جهت باید حتما برعکس بشه. دو تا جهت قراردادی هست بچه ها. اگه بردارمون عمود بر صفحه بود به سمت بیرون صفحه، عمود بر صفحه به سمت بیرون، بهش میگیم برونسو، بیرونسو یا برونسو. پس با چی نشون میدیم؟ با نماد دایره نقطه نشون میدیم. انگار یه تیری هست که به سمت شما میاد که شما نوک تیر رو دارید میبینید. بچه نگاه کنید، یه دایره، یه نقطه وسطش، به این میگیم بردار برونسو. این بردار عمود بر صفحه هست و به سمت بیرون. خب این یه قرارداد میبندیم، از این بعد بر اساس این کار میکنیم. میتوانیم بر اساس قراردادی جهت شمال به طرف جنوب رو، پس اگر تو مسئله گفت شمال به جنوب، سری بردار برونسو براش میکشیم. این میشه قراردادمون، شمال به جنوب میشه برونسو. اما بردار درونسو چیه؟ برداریه که عمود بر صفحه به سمت داخل صفحه، میگیم درونسو. با چی نشون میدیم؟ نمادش این است، دایره ضرب در. پس این میشه چی؟ درونسو. زمانی که بردار عمود بر صفحه باشه و به سمت داخل صفحه باشه، از این نماد استفاده میکنیم. قراردادمون چی میشه؟ قراردادمون میشه که جهت جنوب به طرف شمال، یعنی از برعکس بالایی. اگه تو مسئله گفت از طرف جنوب به سمت شمال، سری بردارمون رو درونسو میکشیم. چقدر وقت داریم؟ تموم شد وقتمون. خیلی زود گذشت. این نشون تو مدرسه تلویزیون ما خوش میگذره. اجازه مرخصی میگیریم، ان شاءالله بقیه بر سال جدید. بچه‌ها سال خوبی براتون آرزو میکنم. تعطیلات ازش استفاده کنید، حتما مطالب رو مرور کنید. ان شاءالله بعد از تعطیلات در خدمتتون هستیم و با ادامه بحث نیروی وارد بر ذره باردار متحرک کلاس تقدیم شما. خسته نباشید و خدا نگهدار. امروز با ادامه حل تمرینای کتاب در خدمت شما هستیم. لطفاً با من همراه باشید. تمرینای صفحه 52 کتاب رو امروز خواهیم داشت.
اگر یادتون باشه مبحثی رو که با هم خوندیم اعمال روی توابع یعنی جمع ضرب تقسیم و تفاضل بوده. حالا میخوایم تمرینات مربوط به اونو که تمرینات پایان فصل کتابه با هم حل کنیم. دو تا تابع برامون معرفی کرده F و G. ما باید ویژگی های تابع F و G رو در نظر بگیریم. حالا ببینیم میگه با تابع و F و G چه کاری انجام بدید. ببینید تابع F رو معرفی کرده به این صورت. دو قسمتیه. یعنی از 1 تا 2 مقدارش شده 1. از 3 تا 4 هم مقدارش ببینید مقدار تابع 1ه. 2 تیکه تابع ثابت داریم که اینجا دامنه هاش هم دوباره برای ما نوشته. پس تابمون تابع ثابته که fx مساوی 1 و دامنش از 1 تا 2 و همچنین از 3 تا 4 رو شکل واضحه دیگه، نشون دادم از 1 تا 2 این قسمت، از 3 تا 4 x یا دامنمون تو این قسمته. اما اگر دامنه همه اعداد حقیقی بود حالت کلی داشتیم ما، یعنی کل خط تابع ثابت رو داشتیم، ولی چون دامنه رو تهدید کرده محدود کرده ما فقط 2 قسمت شکل داریم. اجازه بدید من این شکل رو اینجا براتون بکشم چون میخوام اشتراک دامنه بگیرم، در ادامه بهش نیاز پیدا میکنیم. پس گفتیم تو قسمت 1 و 2 و قسمت 3 و 4 در حالی که مقدار تابع 1 هست ما شکل داریم و همچنین در این قسمت. حالا بریم ببینیم تابع جی رو برامون چی معرفی کرده. پس تابع fxمون fx مساوی 1 هست با این دامنه‌ای که اینجا محدود شده. و اما تابع جی رو با هم داریم. دقت کنید تابع جی این دفعه دامنش به 3 قسمت تقسیم شده. اما بردمون در همون عدد 1 هست. از 0 تا 1، 2 تا 3، 4 تا 5. همینو دوباره من این قسمت رسم کنم. فقط برای اینکه جی ایکس رو رسم کنم لازمه که یه مقدار اضافه کنم به این 5 و 6. حالا با رنگ دیگه من تابع جی ایکس رو اینجا رسم میکنم. پس قرار شد از 0 تا 1، دقت کنید 0 تا 1، 2 تا 3 و 4 تا 5. از 0 تا 1، از 2 تا 3، از 4 تا 5. من تابع F و G و همزمان روی 1 نمودار کشیدم. چرا؟ چون میخوام اشتراک بگیرم. اشتراک یعنی قسمت‌های مشترک این دوتا تابع با هم. تابع ثابتی که با مشکی کشیدم و تابع ثابتی که با رنگ قرمز کشیدم. حالا ببینید کجاها مشترکه. اون قسمت‌هایی که رو هم منطبق شده میشه قسمت‌های مشترک. ببینید تو نقطه 1 رو هم افتاده شکل. فقط تو نقطه 1، تو نقطه 2 و همچنین نقطه 3 و 4 شکلا به هم منطبق شده. پس این نقاطی که شکلا به هم منطبق شده میشه نقطه اشتراک. پس دامنه F اشتراکش با دامنه G به دست اومده 1 2 3 4. فقط این 4 تا نقطه حواستون باشه، چون تو قسمت اعمال روی توابع به دست آوردن دامنه مهمترین قسمت کارمونه. ما اینجا اومدیم دامنه رو به دست آوردیم، دو تا شکل رو با هم کشیدیم، اون قسمتایی که رو هم منطبق مشترک پیدا کردیم و چون نقطه نقطه بوده یعنی فاصله بینش بوده یعنی بازه‌ای نبوده به صورت مجموعه 4 عضوی نمایش دادیم. حالا ببینیم سوال میگه چی رو به دست بیار. خب ما که اشتراکش رو گرفتیم، دامنه جی هم که واضحه، به ما میگه F به علاوه G رو به دست بیار. F و G رو با هم جمع کن. ما گفتیم جمع دوتا تابه رو کجا میتونیم انجام بدیم؟ رو اشتراک دامنه ها. یعنی تو نقطه 1، 2 تا 3 و 4. حالا باید F به علاوه G X رو به دست بیاریم. یادتون هست میگفتیم F X به علاوه G X. خب تو نقطه 1 باید بگیم F1 به علاوه G1. F1 چند میشه؟ تابع ثابت. حواستون باشه ورودی ها متعدد اما خروجی فقط 1 عضوه. چرا؟ تابع ثابته. تاکید میکنم چون تابمون تابع ثابته، ورودی ها هر چی که باشه تابع ثابت، ورودی هر چیزی که باشه خروجی 1 عضوه. یعنی اگر 1 قرار بدید، 2 قرار بدید، هر عدد دیگه ای قرار بدید مقدار خروجیتون 1 خواهد شد.
دقت کنید F1 به علاوه G1. F1 میشه 1 چون تابع ثابته اینجا نشون دادم. G1 هم میشود 1 که با هم جمعش میشه 2. در حالت بعدی تو نقطه 2 بررسی میکنم. الان دیگه شما میدونین چرا من تو این 4 تا نقطه دارم بررسی میکنم، چون اشتراک دامنه ها این 4 نقطه بوده. F2 که میشه 1 بازم چون تابع ثابته، G2 هم میشه 1، جمعشون میشود 2. به جای X3 قرار میدیم، F3 مجدداً 1، G3 باز هم میشه 1 و به عدد 2 رسیدیم. و همچنین برای عدد 4 هم مثل حالتهای قبل، چون تابع ثابته F4 میشه 1، G4 هم میشه 1 و عدد 2 داریم. حالا باید اینو نشونش بدیم، نمایش بدیم. ببینید ورودیمون 1، خروجی چند شده؟ 2. پس نقطه 1 و 2 رو داریم به صورت زوج مرتب. مورد بعدی ورودی 2، خروجی 2. ورودی 3، خروجی 2. ورودی 4، خروجی 2. پس F به علاوه G X در حالت کلی هر عددی قرار بدید می شود 2. حالا نمایشش بدیم. F به علاوه G شده نقطه 1 و 2، اولین نقطه ای که قرار دادیم. 2 و 2، 3 و 2 و آخرین 4 و 2. همین زوج مرتبایی بوده که اینجا به دست آوردیم و به سادگی تونستیم F به علاوه G رو حساب کنیم. اینجا شما باید رو چه موردی بیشتر دقت می کردین؟ در به دست آوردن اشتراک دامنه ها باید حواستون خیلی جمع بود، دقتتون بیشتر بود. چرا؟ چون مشخصه تو چه نقاطی باید کار کنید، اصلا رو نقطه است، رو بازه است، تو چه شرایطی باید تصمیم گیری کنید. همونطور که میبینید اشتراک دامنه ها رو ما اینجا دوباره نوشتیم. مورد بعدی تابع اف ایکس رو داده قدر مطلق ایکس، جی ایکس هم داده قدر مطلق ایکس. یادتون هست تابع قدر مطلق ایکس رو چجوری رسم کردیم دیگه؟ قطعا یادتونه. هم میتونستیم به صورت تابع دو ضابطه ای بنویسیم، رسمش کنیم، مقدار بدیم، اما در ادامه گفتیم شما دیگه باید بدونید که تابع قدر مطلق x به صورت یه علامت هفته. شکلشو گفتیم به خاطر بسپرید. چرا به خاطر بسپرید؟ چون وقتی که میخواید با انتقال رسم کنید سریع میتونید جابجاش کنید. حالا تابع f در g هم به ما داده به صورت x2 سهمی. چرا در f در g ما به صورت سهمی به دست اومده؟ میتونین برام بگین، برای خودتون اون گوشه یادداشت کنید دلیلشو، بعد که من دلیلو میگم با هم مقایسه کنید. ببینید تابع اف ایکس رو به ما داد قدر مطلق ایکس، تابع جی ایکس هم به ما داد قدر مطلق ایکس. حالا ما میخواییم اف در جی یعنی ضربشو به دست بیاریم. دقت کنید دامنه اف ایکس و جی ایکس هر دو آر هست دیگه، همه اعداد حقیقی میتونه جای ایکس بشینه. حالا ضرب اینا x که تو x ضرب بشه میشود قدر مطلق x2 که همون x2ه. حالا x2 شکلش شده منحنی، پس دلیلش این بوده چون دوتا قدر مطلق x رو تو هم ضرب کردیم f در g شده x2. خب x2 رو تونستیم به صورت سهمی رسم کنیم، اینم از ضربش. فقط اینجا دقت داشته باشید که دامنه میشه r یا همه اعداد حقیقی. حالا میخوایم اف جیو رو حساب کنیم، اف تقسیم بر جیو حساب کنیم. اینجا یکم دقت بیشتری میخواد. تابع اف همون قدر مطلق ایکسه، تابع جی بازم قدر مطلق ایکسه. خب اینا به هم تقسیم شه میشود یک. ببینید با هم ساده میشه میمونه یک. حالا فقط نکته ای که اینجا مهمه برای رسمش، شما باید دامنه بگیرید. یادتون هست برای حالت کسری چجوری دامنه می گرفتیم؟ ببینید برای حالت کسری می گفتیم F دامنه F اشتراکش با دامنه G منهای ریشه مخرج. منهای ریشه مخرج یعنی چی؟ یعنی اون مقداری که مخرج رو صفر می کنه باید از دامنه بکشیم بیرون، چون ما اجازه نداریم مخرج کسر رو صفر قرار بدیم. خب برای این که ببینیم چه عددی مخرج رو صفر میکنه باید مخرج رو مساوی صفر بذارید، یعنی باید x رو به قدر مطلق x رو بذاریم صفر. خب در واقع فقط صفره که مخرج رو صفر میکنه دیگه. یه بار دیگه اینو براتون توضیح بدم چون این قسمتش خیلی بخش مهمه.
سوال اهمیتش زیاده. دقت کنید، ما میخوایم دامنه FGM رو به دست بیاریم. طبق رابطه گفتیم میشه اشتراک دامنه ها منهای ریشه مخرج، یعنی دامنه F اشتراکش با دامنه G منهای، به فارسی میتونید بنویسید ریشه مخرج، یا به ریاضی بنویسید ایکسایی که مخرج رو صفر میکنه. خب الان چی مخرج رو صفر میکنه؟ رابطه ها رو قرار بدم FGM رو حساب کنم، میشه قدر مطلق X. ببینید ضابطه های FOG خود سوال به ما داده، یکسان هم داده، به قدر مطلق X که اگه سادشه میشه 1. پس ما ضابطهش رو به دست آوردیم، 1. اما دامنه باید محاسبه بشه. میگیم دامنه F اشتراکش با دامنه G، هم F هم G دامنه شون تو حالت کلی R یا همه اعداد حقیقیه. چرا؟ چون هر عددی میتونه قرار بگیره، اما وقتی اومد تو مخرج یه محدودیتی ایجاد میشه. این محدودیت چیه؟ مخرج نباید صفر باشه. پس بیایم با هم مخرج رو بذاریم مساوی صفر. چه عددی قرار بگیره تو این قدر مطلق جوابش صفر میشه؟ پس عددی که قرار میگیره همون صفره دیگه، صفره که از قدر مطلق به صورت صفر خارج میشه. پس میام میگم دامنمون میشه همه اعداد حقیقی منهای ریشه مخرج چنده؟ صفر. از طرفی ضابطمون به دست اومده 1، یعنی یه تابع ثابته. میخوام رسمش کنم، به چه شکل رسم میکنم؟ ببینید FGM به صورت تابع ثابت 1ه، یه خط تابع ثابت 1، اما از دامنه باید صفر رو کم کنی چون ریشه یه مخرجه. ببینید صفر رو کم کردم، جایی که این دایره تو خالی گذاشتم نقطه صفر رو 1ه. چرا کمش کردم؟ چون ریشه مخرجه و دامنمون همه ی اعداد حقیقی به جز صفره، که شکل به این صورت رسم شد. بازم تاکید میکنم حواستون رو دامنه ها خیلی جمع باشه، که اینجا دامنه رو براتون نوشتم. اگر دقت کنید همه ی اعداد حقیقی به جز ریشه مخرج که صفره. و اما سوال بعدی، ببینیم سوال بعدی ازمون چی خواسته. بخونیم سوالو. یک شرکت هولدینگ دارای دو تا کارخونه A و B. پس یه شرکت داریم که دو تا کارخونه داره، کارخونه A و B نامگذاری کرده. بسیار خوب، تا اینجا یه سوالو برای خودتون به اختصار بنویسید. صورت مسئله رو دیدید کمی طولانی بود، نگران این نباشید که پیچیده است و نتونید حل کنید. گام به گام برای خودتون یادداشت کنید. پس یه شرکتی دو تا کارخونه داره تا اینجا. اگر توابع درآمد و هزینه برای تولید X تون کاشی تو کارخونه A، ببینید ما اگر یادتون باشه تو تابع سود داشتیم که درآمد منهای هزینه میشه منهای هزینه میشود سود. اینو که شما دقیقا میدونید، قطعا هم تو ریاضی دهم هم تو اقتصاد آشنا شدید. پس دو تا کارخونه داریم که تابع درآمد و تابع هزینه شو به ما داده. یه رابطه رو براتون یادآوری کنم. سودو اول به فارسی براتون بنویسم. سودو می‌خوایم محاسبه کنیم، باید چجوری عمل کنیم؟ لازم به حفظ کردن رابطه نیست، خودتون مثال بزنید. یه چیزی رو بخرید 1000 تومان، بفروشید 1200 تومان، اگه اینا رو تفاضل بگیرید میرسید به سودش. کافیه بچه‌ها اینو برای خودشون. درآمد منهای هزینه بود. دقیقاً میگیم درآمد منهای هزینه، که حالا ما اینو با رابطه نشون میدیم، میگیم درآمد منهای هزینه. پس من اگه میخوام سود محاسبه کنم اینجا تابع داده، کافیه اینا رو از هم کم کنم. خلاص این پی هم که میدونید از پرافیت میاد، رونیو، و سی هم هزینه یا کاست میاد، از این میاد که بدونید بد نیست. حالا ما اینجا به ما تابع درآمد و هزینه رو تو شرکت آ داده. پس تو شرکت آ این دو مورد رو به ما داده. ببینید منهای 2x رو به علاوه 16x، بعدی 8x به علاوه 6. پس یعنی این دوتا رو کم کنم باید سود به دست بیاد برای کارخونه آ. برای کارخونه B هم اومده همین دو مورد رو دوباره به ما داده. حالا چی از ما میخواد؟ قطعا باید سود رو بده دیگه، سود رو بخواد، تابع سود رو میخواد.
پس من دو تا شرکت دارم، هر کدومش به صورت جداگانه درآمد هزینه‌ش رو داده، پس من باید برای شرکت آ سود شرکت آ رو به دست بیارم، سود شرکت بی رو به دست بیارم. حالا که سود شرکت رو میخوام، نهایتاً باید این دوتا رو با هم جمع کنم. پس ما شاید یکم فرایند کار طولانی باشه، اما یه کار تکراریه. یعنی چی تکراری؟ یعنی و همون کاری که برای شرکت آ انجام دادیم برای شرکت بی هم باید انجام بدیم. کار جدید و خارق‌العاده‌ای لازم نیست انجام بدیم، همش هم با همین رابطه ساده انجام میشه. خب میخواییم سود شرکت آ به دست بیاریم، پس باید درآمد منهای هزینه بشه. دوتا تابه رو که تو صورت سوال دارید ببینید، باید از هم کمش کنیم. حالا به این نکته دقت کنید، چیزی که تو محاسبه مهمه این منهایی که اینجا گذاشته مال همه عبارت بعده، پس حتما تابه هزینه‌تون رو بذارید تو پرانتز. اگر به اون رسیدید به اون مرحله که پرانتز رو نذارید، یعنی هم سرعت هم دقت رو داشته باشید، منفی و همزمان اثر بدید، اگر فکر میکنید اشتباه میکنید حتما تاب دوم رو بذارید تو پرانتز. پس تاب درآمد رو نوشتیم، 2x2 به علاوه 16x منهای، حالا باید بگم منهای 8x منهای 6. بعد که ساده کنیم میشه 2x2 به علاوه 8x منهای 6. میدونید چرا؟ چون این 16x منهای 8x شده 8x، این 6 هم که اومده این قسمت. پس من تاب سود شرکت آ به دست آوردم، به همین ترتیب تاب سود شرکت بی، ببینید x2 12x این منها و مهم این پرانتزه. چرا؟ چون الان میگم منفی 2x منهای 9، منفی 2x و مثبت 12 از هم کم میشه میشه 10x، منهای 9 هم که عدد تنها بوده اینجا قرار گرفته. حالا باید این دو تا سود رو با هم جمع کنیم بشه سود کل کارخونه یا شرکت. فقط دقت کنید وقتی میخواید اینا رو با هم جمع کنید باید هم درجه ها با هم جمع شه. منظورم چیه؟ اون توان دو ها با هم، متغیرهایی که توان دو داره، توان یک ها با هم، عدد ها با هم. خب ببینید منفی ایکس دو منفی دو ایکس دو بس میشه منفی سه ایکس دو، منفی سه ایکس دو به علاوه 18x 10 و 8 18 و نهایتا منفی 9 منفی 6 منفی 15. دقت کنید ما تاب سود رو به دست آوردیم. حالا تو قسمت بعدی سوال ببینیم چی میخواد. یه نکته رو در نظر داشته باشید، این تاب درجه 2ه، میدونید دیگه ما توان x بزرگترینش 2ه، مقدار آ ما منفیه، منفی 3. اگه من بخوام شکل این تاب رو رسم کنم وقتی که آ کوچکتر از صفره، اگه یادتون باشه تو معادله درجه 2 وقتی آ کوچکتر از صفر بود اگه رسمش میکردیم دقیقا شکلمون ماکسیموم داشت. پس ماکسیموم سودمون اینجاست، ماکسیموم سودمون تو این نقطه است. پس اگه به ما بگه ماکسیموم سود چقدره، ما باید رأس سهمی رو حساب کنیم که شما فرمول رأس سهمی رو کاملا بلدید. منفی بی دو آ، ما چند جلسه گذشته روی مسائل وقت گذاشتیم، تو پای دهم هم آشنا شدید. پس تو گام بعدی سوال از همون اینو میخواد، میگه این هولینگ با چه میزان تولید کاشی، یعنی چند تا کاشی تولید کنه سودتون حد اکثر میشه. پس چند تا کاشی تولید کنه یعنی ایکستون. اما اگه مقدار سودو بخواد بعد چی کار کنید؟ اگر مقدار سودو خواست ارزشو به دست بیارید، وایو، یعنی ایکسی که به دست آوردید بذارید تو تاب سود و محاسبه کنید. حالا ما که فعلا تعداد کاشی رو میخوایم، پس همون ایکسه، ایکس مساوی منفی بی روی دو آ، بی که ضریب ایکس بود، آ ضریب ایکس دو بود، سی هم که اون عدد تنهاست. منفی رابطه 18 همون بی مونه، دو ضرب در منفی 3. ساده کنید به عدد 3 میرسیم. پس با تولید 3 تون کاشی ما میتونیم به حد اکثر سود برسیم. حالا اگر سوال میگم بهتون گفت سودش چقدره، حد اکثر سود میزانشو بگو، این 3 رو بذارید تو تابه سود و به مقدار وای یا سودتون خواهید رسید. و اما سوال 3، من سوال 3 رو یه توضیح براتون میدم که بتونین خونه حل کنید، اگه وقت شد که حل میکنیم، در غیر این صورت میذاریم برای فردا. تابع FX رو برامون معرفی کرده براکت X،
یادتون هست تاب براکت هر ورودی غیر صحیح بهش بدی به عدد صحیح قبلش برمیگردونه، البته تو این بازه، پس همش جوابش میشه صفر. جی ایکس رو داده قدر مطلق ایکس که دامنه‌اش بین 1 و 2ه. اینا رو بر خودتون کنار برگه بنویسید، نوت بردارید. اچ ایکسمون هم داده ایکس دو منهای 4x، این معادله درجه 2ه، بازم دامنه ها محدود شده، حواستون باشه. حالا میگه جدولی که دادیمو کامل کن، منظورش اینه یه بار اینا رو با هم جمع کن، این دو مورد رو به هم تقسیم کن. دارین تقسیم میکنین، تو دامنه گرفتن دقت کنید، باید ریشه مخرج رو در بیارید از دامنه و گام بعدی اش در جی ضرب بشه. امیدوارم بتونید این مسئله رو خونه حل کنید تا ما فردا با هم اصلاحش کنیم. من درود بر شما، بسیار عالی. امیدوارم بچه ها در منزل بتونید بر اساس اون نکاتی که فرمودید اینا رو به درستی انجام بدن. فردا مقایسه کنیم ببینیم که چقدر تونستم توی این امر موفق باشم و مطمئنم بچه ها با تجربه نمونه سوالایی که شما قبلا هم حل کردید میتونن از عهده این سوال هم بردن.